حمله گروه از مهاجمان انتحاری به مقر پلیس محافظت عامه و یک دفتر خارجی در شهر کابل. درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی هنوز هم جریان دارد. با تاکید اوباما بر ادامه حمله های هواپیماهای بدون سرنشین، اوباما گفته است این حمله ها تا زمانی که جان مردم آمریکا به تهدید مواجه باشد ادامه خواهند داشت. سلام، به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز جمعه سوم جوزای سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود به 24 می 2013 میلادی. من شان نوروزاد ابراهیمی هستم. در نخستم توجه کنین به جزئیات بیشتر خبر تازه. گروه از مهاجمان انتحاری حوالی ساعت 4 امروز به ساختمان محافظت عامه پلیس و یک دفتر خارجی در ساحه قوای مرکز شهر کابل حمله کردند. پلیس کابل وقوع چندین انفجار نیرومند در ساحه رویداد را تایید می کند، اما از تلفات و خسارات برخواسته از این رویداد چیزی نمی گوید. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. در نخست انفجار نیرومندی در این ساحه رخ داد، ساحه‌ای که در فاصله نچندان دورتر از آن وزارت داخله، بیمارستان امنیت ملی و سفارت هند قرار دارد. پس از این انفجار درگیری شدید با استفاده از جنگ افزارهای سبک و سنگین میان نیروهای امنیتی و مهاجمان آغاز شده که تا اکنون ادامه دارد. پیش خانه است بود که ایران بس شد، نفهمیدیم که ما داخل دفتر شدیم که سعی کردم کمره امنیتی را دیدم که چهار نفر رو طرف می دوید، دیگم نیروی امنیتی همی طرف می دوید که باش کسای دیگهش نباشه که ما رو نزنه. ما چهار نفر را دیدید چرا خمل باز داشت؟ دیگم ایج معلوم نشد، ما خودم اوار خطا بودیم که یکی کش می کرد که میگه بریم از سر دیوالا خدا پردیم که او طرف بریم. تصاویر کمره تلویزیون یک نشان می‌دهد که دود انبوهی از ساحه به هوا بلند شده و از مناطق دور شهر کابل نیز قابل دید می‌باشد. جنرال ظاهر، رئیس مبارزه با جرایم جنایی کابل، می‌گوید که چندین مهاجم انتحاری این حمله را انجام دادند. او درباره تلفات برخواسته از این رویداد چیزی نمی‌گوید. معلوماتی که به ما رسیده همین لحظه که یک تعداد افراد که ابتدای خودم منفجر کردن و بعدا یکی از تعمیرات جای گرفتن، فعلا مصروف برخورد هستن. انشاءالله ما کوشش میکنیم مشکل به زودی حل کنیم. تا اکنون چندین انفجار نیرومند در ساحل رخ داده است. این هم یک سرباز پلیس است که احتمالا در این حمله زخم برداشته است. هم اکنون ساحه رویداد به گونه جدی تحت تدابیر نیروهای امنیتی قرار دارد و جاده های منتهی به قوای مرکز و محل رویداد نیز برای ترافیک بسته شده است. هم اکنون مختار پدرام همکارم روی خط تلفن است و می خواهیم چند سوال را در رابطه با درگیری از او بپرسم. پدرام سلام به خودت. سلام. میشه از آخرین جزئیات درگیری بر ما گزارش بدین؟ بله، درگیری هنوز هم ادامه داره. حالا به چیزی حدود دو ساعت از آغاز لحظات حمله مهاجمین میگذاره، اما هنوز هم این گونه که به نظر میرسه نیروهای امنیتی نتونستن قضیه را مهار بکنه، درگیری را کنترل بکنه. ما در صحبتی با چندین مقام امنیتی اینجا داشتیم، البته مقاماتی که خیلی در سطح بالا نبودن، اونا گفتن که افراد در حمله کننده پس از اینکه موترشان در داخل ساختمان معینیت محافظت عامه انفجار دادن در دفتری IOM که مربوط سازمان ملل متحد هست اونجا جای گرفتن و درگیری با پلیس شروع شد. از سلاح‌های RPG و سلاح‌های سبوک دیگر خودکار استفاده می‌شد. این درگیری همین لازم شما می‌شنوین که صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسه. ظاهراً لحظات پیشتر، چیزی حدود نیم ساعت پیشتر، هم نیروهای اسپشال فورس
پلیس و همینطور اسپیشال فورس کشور نروژ وارد صحنه شدن و اکنون هم به نظر میرسه که جنگ بین مهاجمین و نیروهای ویژه هستند و ما هم منتظر هستیم. تمامی خبرنگارا اینجا منتظر هستند. 3400 متری منطقه ما قرار داریم. نیروهای امنیتی ظاهر مسدود کرده، به ما اجازه نمیده که ما داخل بریم یا پیشتر بریم. حداقل جزئیات هم در اختیار ما قرار نمیده. چند دقیقه پیشتر هم آقای زمرای بشری رئیس فتی محافظت از تاسیسات بین المللی آمد و خبرنگاران گفت که گروهی از مهاجمین اینجا فعلا در امو دفتر IOM مستقر هستند و شلیک میکنن به طرف نیروهای امنیتی. همین لحظه باز هم تکرار میکنم که شما ما که با شما صحبت میکنم درگیری شدت داره. فقط تنها تفاوتش این است که سلاح‌های سنگین کمتر استفاده میشه، بیشتر سلاح‌های سبک خودکار استفاده میکنن. شمار مهاجمین چند نفر هستند؟ حال مشخص شده؟ البته نقل قول های مختلف هست که نمیشه خیلی سرش اعتماد کرد. اینجا مسئولین جنایی هستن، مسئولین امنیت ملی هستن. در صحبت هایی که ما با دو سه تا از موظفین امنیت داشتم، اونا یکیشان گفتن که 3 نفر در داخل دفتر IOM هست، دیگه هم میگه که نه شمارشون احتمالاً بیشتر هست، به 5-6 نفر میرسه. ولی دقیق اینا چیزهای از آمار هایی هست که ما نمیتونیم خیلی جدی سرش حساب بکنیم، به خاطر کل مقام ارشد امنیتی تا هنوز حاضر نشده با ما جزئیات بیشتر در این مورد شریک بسازه. اما طبیعی است که اینجا جنگ جریان داره. مهاجمین مسلحی که در اینجا موضع گرفته بسیار خطرناک هستند و ظاهرا از این که درگیری تا هنوز ادامه پیدا کرده هم مشخص میشه که وضعیت جدی هست. مشکل عمده دیگه این هست که شماری از خارجی ها در داخل اون ساختمان بند ماندن و عملیات این مثلا خیلی به تاخیر انداخته، یعنی مشکل ساخته. به نیروهای امنیتی تلاش دارن بیشتر که کسایی که در اونجا گیر مانده اونا سالم نجات بدن و به می دلیل هم باید بسیار با احتیاط پیش برن و نمیتونن مثلا به عملیات خیلی جدی خود بکنن. پدرام، در این محل نهادهای داخلی و خارجی بسیار دیگه هم وجود داره، آیا به اونا هم آسیب رسیده یا نه؟ ما اینجا تنها چیزی ما باز هم تأکید میکنم که تا هنوز هیچ مقام امنیتی به ما از چگونگی یعنی رویداد وزی که چی جریان داره واقعا چه اتفاق در اونجا افتاده حاضر نشدن به ما صحبت بکنن. فرمانده پلیس کابل آمد به ما گفتن که ما کلیپ میتیم، بعد متاسفانه ناپدید شد از ساحه، ما نفهمیدیم کجا شدن، فکر میکنم در او داخل هستن. اینجا بله نهادهای مختلف وجود داره، یک از مراکز امنیت ملی هم هست و از نهادهای خارجی هم هست، بعد در معاونت محافظت عامه هست اینجا. خب دقیق جالب اینه که مهاجمین یک نقطه بسیار حساس را هدف قرار دادن که فقط 2-3 راه داره و بیشتر از دیگر راه نداره. یعنی از هر طرف، این طرف زایشگاه ملالای هست، یعنی جایی که بیشتر در اون زنا هستن و بسیار سخت هست از هر طرف مثلا نیروهای امنیتی اونجا وارد بشه و وارد عملیات شد و بخواهد منطقه رو کنترل بکنه. از لحاظ موقعی هست جای بسیار حساس اینا انتخاب کردن. رهبری عملیات را نیروهای امنیتی افغان بر عهده دارن یا نیروهای خارجی؟ در تصاویر دیده میشه که نیروهای خارجی هم هستن. بله ما متاسفانه فقط همینقدر ما دیدیم، چون ما در فاصله 2 سر قرار داریم که حدود 400 متر ما 2 سر هستیم از ساحه. تنها چیزی را که ما مشاهده کردیم این که نیروهای سرشفورس کشور نروژ یک جا با نیروهای اسپیشال فورس پلیس افغانستان به صورت مشترک به طرف ساحه می دویدن، اون هم پیاده می رفتن چون احتمال رفت آمد موتر اینجا کم هست و هر لحظه احتمال خطر بیشتر هست. دیگه این که رهبری واقعا دستی کیها هست مشخص نیست و به احتمال زیاد چون در عملات گذشته ما تجربه هایی داریم که معمولا رهبری کنترل این گونه عملیات ها نیروهای افغان داده است. اما از اونجایی که این نهاد خارجی است و دفتر هم مربوط سازمان ملل متحد هست، به احتمال بسیار زیاد امنیت اسپیشال فورس های نروژ ممکن رهبری عملیات به عهده داشته باشه. اما قدر مسلم اینه که ما میتونیم بپذیریم که این عملیات مشترک هست و مشترکاً پیش میرن و ما منتظر هر لحظه منتظر هستیم که جزئیات تازه و بیشتر در این مورد دست بیاریم. مختار پدرام، از خودت تشکر.
قسمی که همکارم گفت درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در حال حاضر نیز ادامه داره و طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتن. ادامه خبرها. باراک اوباما یک بار دیگر تاکید کرد که حمله های هواپیمه های بدون سرنشین ادامه خواهد داشت. او گفته است این کار را به منظور دفاع از منافع امریکا انجام می دهد. باراک اوباما همچنان گفته است که زندانیان گوانتانامو به کشور یمن انتقال داده خواهند شد. شمار از آگاهان این تصمیم اوباما را اقدامات پیشگیرانه آن کشور در برابر نواز شریف که مخالف حملات هواپیمه های بدون سرنشین است می دانند. فریده سوما با جزئیات بیشتری خبر. رئیس جمهور آمریکا راهبرد تازه خود را در مورد حمله های هواپیماهای بدون سرنشین و بستن زندان گوانتانامو تشریح کرده است. اوباما در یک سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن در مورد ختمش سیاسی خود گفتگو کرد و گفت که آمریکا با تهدید هراس افغانی و گسترش تهدیدهای رادیکالی پس از شکست دادن القاعده در افغانستان و پاکستان روبرو است. اوباما ضمن حمایت از حمله های هواپیماهای بدون سرنشین گفته است که از این پس از این گزینه تنها زمان استفاده خواهد کرد که تهدید جدی علیه مردم آمریکا باشد و دیگر هیچ راهی برای دفاع نباشد. ما باید وضعیت را درک کرده و در این مبارزه پیروز شویم. نه من و نه کدام رئیس جمهور دیگر وعده کرده می تواند حراس افغانی را به کلی از میان بردارد، اما می توانیم که فعالیت شبکه های را خنثی کنیم که یک خطر مستقیم برای ما می باشد. اوباما یک بار دیگر گفته است که قصد دارد زندان گوانتانامو را مسدود سازد و یک نماینده ارشد را برای نظارت این موضوع مقرر خواهد کرد. من میدونم که سیاست مشکل است، اما تاریخ از این مبارزه جدی ما بر ضد حراس افغانی قضاوت خواهد کرد. 10 سال پیش از این روز را تصور کنید و یا 20 سال پس از امروز را، زمانی که امریکا باز هم افراد بیگناه را در زندان خواهد داشت که هیچ گناه را در سرزمین امریکا انجام ندادند اما زندانی شدند. شماره از آگاهان دستورالعمل تازه اوباما را اقدام پیشگیرانه امریکا در مقابل سیاست‌های نواز شریف می‌دانند. چنانچه زرداری توافق داشت، ولی اکنون نواز شریف ابهاماتی را پیشکش کرده که گویا ایالات متحده آمریکا در گزینه بمبارد طیارات بی‌سرنشین در خاک ایالات پاکستان احتمالاً یک سلسله چالش ها را پیش روی داشته باشد، که به این ترتیب ما هدف اساسی آمریکا در همکاری با کشورهای متحدشان در امر مبارزه علیه تروریسم، ای که با پاکستان با دستگاه CIA پاکستان چگونه قرارداد بعدی را امضا میکردن، این هم تا اکنون پیش بینی نشده. پاکستان در گذشته مخالف حملات هواپیماهای بدون سرنشین در خاکش بوده است. نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان نیز بر آن تاکید کرد. حال روشن نیست که سیاست تازه آمریکا برای ادامه حملات این هواپیماها چی تاثیر بر روابط واشنگتن و اسلام آباد خواهد داشت. عفو بین الملل در گزارش تازه اعلام کرده است که در خشونت های جریان سال 2012 میلادی در افغانستان بیش از 2700 غیر نظامی کشته و 4800 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. به گفته این نهاد تنها عامل 8% این تلفات نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان هستند. عفو بین الملل در این گزارش از موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان نیز ابراز نگرانی می‌کند، موردی که پیشتر مقامات حکومت افغانستان هم بررسی‌های را انجام داده و در برخی موارد شکنجه را در زندان‌های کشور تایید کرده‌اند. عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش گفته است با آنکه رهبری طالبان در سال 2010 از جنگجویان این گروه خواسته بود تا غیر نظامیان را هدف قرار ندهد، اما آمار تلفات نشان می‌دهد که این حکم جنبه تطبیقی نداشته و هنوز هم بیشتر غیر نظامیان قربانی حمله‌های گروه‌های حراس افغان می‌شوند. بیش از 2700 غیر نظامی در خشونت‌های افغانستان در جریان سال 2012 کشته و 4800 تن دیگر زخمی شدند، که تنها مسئولیت 8% این کشتار متوجه نیروهای خارجی و نیروهای طرفدار دولت افغانستان بوده و متوقع در اثر حملات حراس افغانان وارد شده است. در این گزارش همچنان آمده است که در زندان‌های افغانستان هنوز زندانیان با بدرفتاری روبرو‌اند. دولت افغانستان برای جلوگیری از بدرفتاری و شکنجه تلاشهایی را انجام داده است، اما در زندانهای افغانستان هنوز زندانیان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند. با این حال مسئولان زندانهای کشور این موضوع را به شدت رد می کنند.
محیر کاملا در توقیزگاه ها و زندان های مربوط به وزارت داخله رد میکنه. توقیزگاه ها مربوط در ریاست عمومی محابس در چوکات وزارت داخله است و زندان ها. بنابراین در اینجا شکنجه وجود نداره و این رد میکنه و قبلا هم رد کرده بودیم. عفو بین الملل در بخش دیگر این گزارش میگوید که خشونت در برابر بانوان در نهادهای رسمی دولت افغانستان و در جامعه نیز به گونه های متفاوت به چشم میخورد. در بخش دیگر گزارش گفته شده است که در سال 2012 فشار دولت بر رسانه های آزاد رو به افزایش بوده و این فشار به شکل فزاینده ادامه دارد. دولت افغانستان در سال 2012 تلاش کرده نظارت بیشتر بر کارهای رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری داشته باشد. شمار از روزنامه‌نگاران از سوی مقامات رسمی و همچنین گروه‌های مسلح غیر مسئول مورد خشونت قرار گرفتند. خبریالان نشی که ولای چی سیمه تلار چی یا حتی دی کابل چه خبوزی نور خلق خوب پیگ ده خود دولتی دولت پلا و از واکون لخوات چه هم دیر گواکل کی یا و لزیات و سنگو سر لاس و گریوان ده. با وجود از اینکه نسبت به آینده کار خود مطمئن نیستن، از آینده زندگی خود نیز سخت نگران هستن. عفو بین الملل افزوده است که دامه خشونت ها در افغانستان سبب شده تا بیش از 459 هزار نفر در داخل افغانستان بجا شوند. این بجا شدگان داخلی در وضعیت نامناسب به سر میبرند و دسترسی آنها به آب صحی، خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش محدود است. شمار از نهادهای جامعه مدنی خواهان رسیدگی فوری به خواسته های دانشجویان معترض دانشگاه کابل شدند. برخی از فعالان این نهادها میگویند تا زمانی که به خواسته های مشروع دانشجویان معترض رسیدگی نشود، به مبارزه مدنیشان در کنار اعتصاب کنندگان ادامه خواهند داد. اعتصاب غذایی 77 تن از دانشجویان دانشگاه کابل از 5 روز به این سو در برابر ساختمان شورای ملی ادامه دارد. گفته می شود تاکنون بیش از 30 تن آنان به بیمارستان منتقل شده و 7 تن از این میان در وضعیت بد بهداشتی بسر میبرند. روحالا آرمان با شرح بیشتری خبر. اعتصاب غذایی شماری از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل در اعتراض به آنچه بدرفتاری و تبعیض در برابر دانشجویان از سوی برخی از مسئولان و آموزگاران این دانشکده عنوان شده است، با گذشت 5 شبانه روز در برابر ساختمان شورای ملی بدون هیچ گونه رسیدگی از سوی مسئولان وزارت تحصیلات عالی تا هنوز ادامه دارد. برخی از این دانشجویان میگویند که این حرکت آنان بی‌نتیجه نخواهد ماند. حرکت ما تقریبا شکل یک انقلاب داره. انقلاب خودش بالاخره به یک نتیجه خواهد رسید. در هر دو تا جلسه ما اسناد و مدارک خوره همهش با اونا دادیم، اونا قناعت کرده و یک مصلحت اندیشی نه، یک فشار میاره رویش به این خواسته های ما رسیدگی نه، این موضوع دیگره. در همین حال برخی از فعالان جامعه مدنی با اعلام حمایت از اعتراض دانشجویان دانشگاه کابل از مسئولان دولت میخواهند تا هر چه زودتر به خواسته های مشروع معترضان رسیدگی کنند. تاسو فکر کوئ موږ کلی بانکونه لوټ کړی دي، موږ ته د پانتون دروازې بند کړي، خلک پریښنې دي پانتون ته لاړ نشي، موږ څه کړی دي؟ موږ د طالبانو بیرغ پورته کړی دی. نهادهای جامعه مدنی افغانستان مطلقا برای انجام رسیدگی به خواستهای ادارجویای عزیز از هر نوع اهرم فشار استفاده خواهد کرد و در کنار دانشجویان عزیز قرار خواهد داشت. این فعالان با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای نه تنها خواهان رسیدگی به خواسته های دانشجویان معترض شدند، بل از رهبری دولت می‌خواهند تا در راستای معیاری شدن آموزش های علمی، نهادی نشدن شایسته سالاری و تقرر کدرهای علمی در نهادهای آموزشی توجه جدی کنند. 80% واردات موتر در جریان 2 سال گذشته در کشور کاهش یافته است. وزارت مالیه میگوید این کاهش تاثیرات چشمگیری بر کاهش بودجه ملی داشته است. در این حال برخی از موترفروشان در شهر کابل میگویند تنها 30% در واردات موترهای تیزرفتار کاهش صورت گرفته است. اگر دولت صنایع چرمی را حمایت نکند، این صنعت با رکود روبرو خواهد شد. با باور صنعتکاران صنایع چرمی، واردات کالاهای چینی همکنون صنایع چرمی کشور را ورشکست ساخته و بازار فروش را از این صنایع گرفته است. صنعتکاران صنایع چرمی میگویند که بیشتر کارگران صنایع چرمی اکنون بیکارند. برنامه خبری جهان در شش در همین جا به پایان رسید. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم.